آژانس پناهندگان سازمان ملل تخمین می‌زند که بیش از 1 میلیون نفر مجبور به فرار از رفح شده و در جستجوی امنیت و پناهگاه‌هایی برای زنده ماندن می‌باشند. در ادامه به گزارشی که همکارم در این زمینه تهیه نموده توجه فرمایید. آژانس پناهندگان سازمان ملل روز یکشنبه اعلام کرد که حملات اسرائیل به رفح در جنوب نوار غزه آوارگان فلسطینی را مجبور به فرار از پناهگاه‌های آنروا در این شهر کرده است. آنروا در بیانیه اعلام کرد به دلیل عملیات نیروهای اسرائیلی هزاران خانواده مجبور به فرار شده اند و تمام 36 پناهگاه آنروا در رفح اکنون خالی است. بر اساس برآوردها 1,700,000 نفر در مناطق میانی خان یونس و غزه آواره شده اند و فضای بشردوستانه برای یاری رسانی به مردم غزه همچنان در حال کوچکتر شدن است. روز شنبه فیلیپ لازارینی، کمیسر کل آژانس امداد و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی آنروا گفت که بیش از 1 میلیون نفر که اغلب آنها چندین بار آواره شده اند مجبور شده اند برای رسیدن به پناهگاهی برای حفظ جان خود و جستجوی امنیت را از رفح فرار کنند. وی در ادامه افزود ما متعهد هستیم که در منطقه بمانیم و برای جوامع آسیب دیده خدمات لازم را ارائه دهیم. ما هم اکنون در خان یونس و مناطق میانی که 1,700,000 نفر در آنجا زندگی می کنند در حال انجام اقدام های بشر دوستانه هستیم. به گفته مقام های بهداشتی محلی، اسرائیل پس از حمله حماس در 7 اکتبر گذشته حملات خشونت آمیزی را به نوار غزه آغاز کرده که طی آن بیش از 36,400 نفر که اکثریت غریب به اتفاق آنها زن و کودک بودند کشته و بیش از 82,600 نفر دیگر زخمی شدند. نزدیک به 8 ماه پس از حمله اسرائیل، بخش‌های وسیعی از غزه در میان محاصره فلج کننده غذا، آب سالم و دارو توسط اسرائیل ویران شده است. اسرائیل در دادگاه بین المللی دادگستری متهم به نسل کشی است که در آخرین حکم از سوی این دادگاه تل‌آویو به توقف فوری عملیات در رفح که بیش از 1 میلیون فلسطینی آواره از جنگ به آن پناه برده بودند الزام شده است. گفتنی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پس از حمله اسرائیل به رفح گفت که حمله صورت گرفته از سوی ارتش اسرائیل به رفح که منجر به کشته شدن تعدادی از آوارگان فلسطینی در آتش سوزی چادرهایشان شد به شکل تراژیکی بد پیش رفت. برای صحبت بیشتر در این خصوص آقای حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس همراه ما هستند. سلام، وقتتون بخیر. آقای جمشیدی، اجازه بدید با این سوال گفتگو را آغاز کنم که چه راهکارهایی برای پایان دادن به منازعه میان اسرائیل و گروه‌های فلسطینی از نظر شما وجود دارد و آیا امیدی به پایان خونریزی و کشتار در این منطقه پس از چند دهه وجود دارد؟ بنده هم خدمت شما و بیننده‌های محترم شما سلام عرض می‌کنم. من خودم امیدوارم، ولی یه مقدار سخته در رابطه با فلسطین. بنابراین بفرمایید که چون جریان اسرائیل یک مسئله خیلی ساده‌ای نیست که بخوایم راه حل ساده‌ای هم بهش ارائه بدیم. بالاخره سالهای سال هست که اسرائیل رو اشغال کردن و از طرف دیگه هم بالاخره نیروهای فلسطینی اونجا تلاش میکنن که خودشون رو زنده نگه دارن، ثابت نگه دارن و نشون بدن که ما هنوز هستیم. من خودم معتقدم که جریان‌های فلسطینی اینها جریان‌هایی نیستن که بتونن در مقابل اسرائیل وایستن، فقط میتونن خودشون رو ثابت بکنن. یک راه حل عمده اینجا وجود داره و این هم نهادهای بین‌المللی است. نهادهای بین‌المللی بایستی باور بکنن که فلسطینی‌ها هستن
و تمامی تلاش جریان‌های فلسطینی مثل حماس و غیره، اینها میخوان ثابت بکنن که آقا ما هستیم، ما زنده ایم، ما از بین نرفتیم که شما بخواید فلسطین رو اشغال بکنید. نهادهای بین‌المللی بایستی به فریاد اینها برسن، به کمک اینها بیان. نهادهای بین‌المللی میبایستی به حساب این که بهش میگن اسرائیل، یا ما بهش میگیم فلسطین اشغالی، یا هر عنوان دیگه، اینجا زیر نظر سازمان‌های بین‌المللی نهادهای تشکیل بشه، مجموعه‌های تشکیل بشه. بر چه اساسی میبایست نتانیاهو حاکم اسرائیل باشه؟ چون زورگو هست، چون مثلا فرض کنید که اسلحه داره، چون امکانات داره. خب سازمان ملل رو برای همین درست کردن، یعنی سازمان ملل رو برای این درست کردن که اگر در یک جایی یک مجموعه مورد ظلم و ستم قرار گیره، بتونه بره اونجا شکایت بکنه، بتونه اعتراض بکنه و حقوقش رو بگیره. لذا من پیشنهاد میکنم یاد راه حلی که به نظرم میرسه در رابطه با فلسطین اینه که سازمان ملل وارد جریان فلسطین بشه و کسانی که فاجعه آفریدن، فرق نمیکنه هر نوع فاجعه‌ای، حتی فلسطینی ها مگر فاجعه آفریدن، مورد مؤاخذه و محاکمه قرار بگیرن، این ریشه قطع بشه و با یک صلح و صفا و آرامشی شروع کنه به تشکیل حکومت. یا حکومت مثلا فرض کنید که لبنان شیعه و مسلمان و مسیحی و فلان هستن، یا کلا تقسیم میکنن به دو قسمت دیگه، اینا رو باید بشینن و گفتگو کنن. با کشدار نمیشه، یعنی با این وضعیتی که نتانیاهو در اسرائیل به وجود آورده، در فلسطین به وجود آورده، در غزه وجود آورده، الان هم جای دیگه که داره نسل کشی واقعا میکنه، با این وضعیت به هیچ کجا که نمیرسن، خود نتانیاهو هم به هیچ کجا نمیرسه. یعنی منفورترین چهره فکر میکنن به لحاظ تاریخی الان شده نتانیاهو. خب این کسی هست که شما میخواید اسرائیل رو بالاخره حکومت بکنی، میخواید اسرائیل رو بالاخره اداره بکنی، هم اسرائیل خودت رو هم نمیتونی اداره بکنی، یعنی خود مردم اسرائیل هم الان موافق با نتانیاهو نیستن. لذا تنها راه حلش اینه که سازمان ملل قوی وارد عمل بشه و یک به حساب پیشنهاد، حالا دو تا کشور یا یک کشور با حکومت‌های بالاخره دورانی، راه حل داره. حالا اگر فرصتی باشه میشه توضیح داد که چیکار میشه کرد، ولی که با هماهنگی با سازمان ملل میشه مسئله رو حل و فصل کرد و زیر نهادهای سازمان ملل. سپاس از شما. حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس.